قشبا دوستان گرامی، حالتون چطوره؟ نیچوکو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. میخوایم بریم با هم 9 تا از اختراعات فوق العاده باحالو ببینیم که همین الان در دست هست و میتونیم تهیهشون کنیم. بریم ببینیم. بزن بریم. خب همونطور که میبینید اختراع اول هیومن هدفون است، یا اختراع، حالا نمیدونم واژه درستی هست یا نه. و همونطور که میبینید اولین هدفون کاملا آداپتیو و هوشمند هستش که در واقع برای شما در ارمغان اومده و میتونید ازش استفاده کنید. یا مثلا حالا اگر بخوام طرز استفادهشو بگم، اول صدای کاملا شفافی داره، میتونه صدای خودش رو با محیط انطباق بده. یعنی اگر مثلا کنار محیط هستید و یه اتفاق خاصی میفته و دارید موسیقی گوش میدید، میتونه صدای محیط رو برای شما زیاد کنه تا به شما بگه که آقا اینجا یه اطرافی هست که داره صدا میکنه، یکی داره یه کاری میکنه. یکی از ویژگی‌های دیگه باحال این هدفون اگر بخوام براتون نام ببرم اینه که خودش اسپیکر هم داره، یعنی اسپیکر خروجی داره. شما میتونید باهاش موسیقی گوش بدید، یعنی هدفون رو در بیارید بذارید رو زمین باهاش موسیقی گوش بدین. و همونطور که تو تصاویر دارید میبینید ویژگی های دیگه این هدفون هم داره معرفی میشه، که یه ویژگی دیگه اش اینه که بسیار روی گوش جاش راحته و اصلا گوش شما و لالای گوشتون رو اذیت نمیکنه و بسیار از کار کردن باهاش لذت میبرید. اما خفن ترین ویژگی اون ترجمه همزمان کسایی که دارم براتون گفتگو میکنم به 11 زبان دنیا، یعنی اگه یکی ژاپنی باشه، چینی باشه، کره‌ای باشه، انگلیسی باشه، اسپانیایی باشه، ایتالیایی باشه که جلوی شما صحبت کنه، همزمان برای شما صحبت‌های اونو ترجمه میکنه و انگار که طرف داره فارسی که نداره در واقع داره با زبان شما صحبت میکنه. و همونطور که گفتم اسپیکر داره و میتونید باهاش گوش کنید و خیلی اختراع باحال و هیجان انگیزیه. بریم سراغ اختراع بعدی. شماره 8 کولد پروف هستش. دوستانی که از سرمایش باسن و جاهای دیگه رنج میبرن میتونن از این اختراع باحال و جمع جور استفاده کنن. همونطور که میبینید فقط با یک کابل یو اس بی کافیه که بزنید و شارژ بشه، در واقع شارژ که نه، در واقع گرم بشه. یعنی شما میتونید مثلا یه جای سردی هستید، بیرون هستید، پشت موتور هستید، رفتید کوه مثلا تو اسکی و اینا، بدنتون احساس سرمای شدید میکنه و خیلی از ما این تجربه رو داشتیم. کافیه این وسیله رو بک خودتون یا کیف خودتون در بیارین، بذارین زیر اونجا، زیر باسن، زیر پا، زیر هر جا که دوست دارین، توی بدن حتی، و اونو بزنید به یک پاور بانک یا حتی به لپتاپتون و از گرمای فوق العاده اون لذت ببرید و دیگر خداحافظ باسن یخ زده. و یه اختراع خیلی باحال به خصوص به درد شمال ایران میخوره. شمال منظورم فقط شمال خودمون نیست، شمال ایران، یعنی از وسط به بالا، تبریز، آذربایجان غربی، شرقی، گرگان، این جاهای سرد، همدان، عراق، تهران، جایی که زمستونا سرد میشه و واقعا به درد ماهایی که از سرما رنج میبریم میخوره و خیلی چیز کلن خوبیه. کاش که نسخه سردش هم بیاد، مثلا این کولد پروفه، مثلا هات پروف، مثلا یه جای سرگرمی هستیم اون سرد بشه. البته فکر حالت باد باید باشه، پنکه باید باشه، فکر کولر گازی همراه. آخ بالاخره یه روز اینم درست بشه، شاید هم وجود داشته باشه. و اینم شماره 8 بود. نمیدونم برای شما جالبه یا نه، ولی از این وسیله هاست که واقعا همه ما دوست داشته باشیم، دوست داریم که همراهمون داشته باشیم. بریم سراغ وسیله شماره 7. آقا تا حالا شده مثلا میای خونه میخوای آب بخوری، یهو میبینی ای بابا آب گرم حال نمیده، یا مثلا میری یه ساعت تو یخچال یخو در میاری میذاری، بعد بری اول یخو وا بکنی اینجوری بشکونیش، بعد خرد خردش کنی بریزی تو لیوان، یه لیوان آب بریزی، حالا یه 2 دقیقه صبر کنی تا این آب خوبی سرد بشه. خلاصه تو کل این پروسه ها کلی طول میکشه. حالا این وسیله خیلی هیجان انگیز اومده که شما میتونید ازش استفاده کنید. یعنی چی؟ جنسش هم فکر میکنم مسیه، که میدونید خیلی دما، مسیه نه رونالدوه، و خیلی دما رو سریع انتقال میده. شما کافیه شما اونو بزنید به برق، آبو بریزین داخلش هر نوشیدنی، و فقط در عرض 1 دقیقه اونو برای شما تبدیل میکنه به یک نوشیدنی خنک که میتونید حالشو ببرید و هر لحظه که میاید خونه اونو بریزین داخلش، لباسا رو تا میکنین بیان یه آب خنک بخورین. و همیشه نوشیدنیتون مثلا در حین دیدن فوتبال، در حین دیدن تلویزیون خنک، و دیگه لازم نیست هر دفعه هی برید تو فریزر در بیارین نوشابه ها رو، همیشه رو میزتون میذارید و از نوشیدنی خنک لذت میبرین. این خیلی خفنه، من واقعا این به درد اونایی میخوره که بیشتر شکمو هستن، که خوشبختانه من اصلا شکم آدم شکموی نیستم و خیلی اهل خورد و خوراک نیستم، ولی اونایی که خیلی اهل نوشیدنی های خنک و اهل شکم هستن به قول خودمون، حسابی این وسیله به دردشون میخوره و به کارشون میاد و امیدوارم یه روزی بتونید وسیله رو تهیه کنید. اما وسیله بعدی کی بک. بله، یه در واقع بکپک بسیار جذاب و خفن که شما میتونید از اون استفاده کنید. این بکپک اسپیکر داره،
خودش داخلش پاور بانک داره، کلی جای مختلف داره و میتونید از این بکپک استفاده کنین و به قول معروف کلی باش حال کنین. اون LED که پشت بکپک هم هستش میتونید خودتون متنی که دوست دارین رو بذارین، مثلا هی اسم کنید، مثلا راه میدید پشت نوشته نیچوکو is back, follow my twitch, follow my twitter, subscribe my channel، از این نوشته ها بذارید پشت و براتون بنویسه. خلاصه بکپک خیلی جالب و خیلی مدرن و شیکی هم هستش و شما از هر جا که رد بشین یارو بکپکتون رو ببینه میگه واو چه پسر جذابی، چه خانم جذابی، و احتمالا سری میتونید شماره بگیرید یا شماره بدید و همه هم قبول میکنن. حالا اینم یه استفاده مفید ازش. خلاصه همونطور که گفتم کلی وسیله باحالی عرض کردم خدمتتون. اسپیکر خودش داره، میتونید موسیقی بذارید توش گوش کنید. خودش 4 تا خروجی USB داره که میتونید 4 تا وسیله رو همزمان، اینجا داره شارژ میشه، داره وسیله رو شارژ میکنه، 4 تا وسیله رو بهش در واقع بزنید به شارژ و این تا 2 ساعت هم به راحتی فول شارژ میشه. در واقع میشه گفت یا هم بکپک، هم پاور بانک، هم اسپیکره که همراه شما هست و خیلی چیز کول و باحالی. اما اختراع بعدی، بله، یک ایرپیکس هستش که این وسیله شما میتونید به راحتی تو آسمون ببرید و از خودتون عکسای در واقع عکس و ویدیو با کیفیت HD بگیرین و کافیه دیگه، شما لازم نیست که عکسای خیلی تکراری بگیرید تو اینستاگرام و میتونید عکسای خیلی متفاوت و خفن بگیرید. هر کی بریزه بگه واو این عکسو چجوری گرفتی، از نمای بالا چجوری، کجا، واو. و خلاق مهمونی هست دیگه، این مونوپادای مسخره بابا جمع کنین بساطتو، بیا اینجا ببین چی آوردم برات. ایرپیکس شما میبریدش تو هوا، خودش عکس میگیره، خودش هم دوباره برمیگره پیشتون و بعد از اینکه عکسشو گرفت اینجوری میاد پیشتون میگه منو بگیر. و خلاصه خیلی چیز باحال و کولیه و تو اپلیکیشن هم قابل کنترل هستش و میتونید حتی بهش بگید که آقا اتوماتیک از کل جمع ما همینجوری چند تا عکس بگیر، ویدیو بگیر. حتی فیس تریکر داره و دنبال صورتتون تعقیب میکنه و هر جا برین خودش با اون فاصله ای که مد نظرتون هست باهاتون همراهی میکنه و خیلی وسیله کول و باحال. این یکی ایناست که واقعا از دیدنش هیجان زده شدم و به درد ماهایی که عشق سلفی داریم، من خودم زیاد ندارم ولی اونایی که عشق عکس و سلفی دارن و تایی هر شرایطی تو حموم تو دستشویی هم خودشون سلفی میگیرن، این واقعا میتونه کمک کنه. فقط تو توالت نبرید با خودتون. اختراع بعدی اختراع کسایی است که عاشق مطالعه هستن و درس و دانشگاه. براتون یه خبر خفن دارم، همین الان میتونید بدین دستگاه رو تهیه کنید. تو ایران نمیدونم باشه یا نه، دستگاهی هستش که اسکنر هست، اسکنر متن، و شما کافیه رو کتاب بکشید تمام متن رو براتون میبره توی کامپیوتر یا توی گوشی هوشمندتون و به همین راحتی شما مثلا اگه کتاب انگلیسی دارید و دوست دارید اون ترجمه کنید، کافیه گوشیتون رو وا کنید، گوگل ترنسلیت رو باز کنید، این وسیله رو با در واقع بلوتوس یا بگم بلوتوث به گوشیتون وصل کنید، کتابو اسکن کنید، کل متن میاد تو گوگل ترنسلیت و کل ترجمهشو میگیرید. دیگه لازم نیست تایپ کنید، دیگه گذشت دوران تایپ، دیگه گذشت دورانی که آقا این برگه رو میتونی برای من تایپ کنی، اینو لازم دارم. کافیه با این بکشید روی متن و کل کتاب براتون اسکن بشه، اونم تو یک فایل ورد، فایل PDF، تو هر فایلی که دلتون بخواد میتونید ازش خروجی هم بگیرید، اونش مهم نیست. فقط نکته جالب اینجاست که این وسیله با دست، این وسیله به وسیله، این وسیله به توسط بلوتوث وصل میشه و میتونید راحتی اسکن کنید و دیگه لازم نیست تایپ کنید. خیلی خفنه. اختراع جالب بعدی که همینک در دسترس و مردم میتونن تهیه کنن، امبر هستش. امبر یک وسیله، یک برعکس اون قسمت بود، میتونستید در واقع نوشیدنیتون رو گرم سرد کنید، این نوشیدنیتون رو گرم میکنه. بله، اونم با گوشی هوشمند شما میتونید بگید به درجه 225 درجه فارنهایت یا مثلا اینو 70 درجه سانتیگراد برای من گرم کن و نوشیدنی شما همیشه روی میزتون گرم گرمه و اصلا شما چای رو یک ساعت بعدم میخواید بخورید، چایتون همزمان تو همچنان در واقع تو همون درجه 60 درجه که دوست داشتید گرماش هست و میتونید اون درجه که دوست دارید اینجوری چایتون رو فوت نکنید و آماده خوردن هست و پیدا کنید، بگید آقا همیشه چای من تو این درجه باشه و چایتون یا نوشیدنیتون یا قهوه‌تون یا هر چیزی که دارید میل میکنید و به راحتی داخل اون بریزید و همیشه گرم باشه. قابل شستشو هم هستش، میتونید به راحتی بشوریدش و یه چیز خیلی باحال برای عشق چای و عشق قهوه هاست. امیدوارم که بتونید وسیله رو تهیه کنید و حالش رو ببرید و همیشه نوشیدنی گرم بخورید. وسیله هیجان انگیز بعدی تلسکوپ هستش. بله، استالینا تلسکوپ که شما کافیه اونو تهیه کنید، وصل کنید به تبلتتون یا بکنم خودش مانیتور هم داره، هر جای کهکشانو که دوست داشتید با اون نگاه کنید، اونم با کیفیت فوق العاده خوب روی تبلتتون. مثلا شما میگید میخوام بریم مثلا چه میدونم مریخو ببینم، کافیه این به مریخو به این وسیله در واقع مریخو توی تبلت انتخاب کنید و خود این وسیله میره سمت مریخ و براتون
از اون فیلمو عکس میگیره، در واقع عکس میگیره. یه نکته جالب دیگه راجع به این وسیله اینه که خودش میتونه براتون تایم لپس بگیره، یعنی بگید که از آسمون شب برای من یک فیلم بگیرید. این تو این تصاویر تونتون نشون میده آسمون شب عکسا خیلی خوشگل و خفنه، مثلا اینجوری ماه چه میدونم اینجوری کهکشان میچرخه، میتونه براتون اونا بگیره. میتونید بهش بگید که روی یک مثلا مریخ قفل کن تصویر رو و همینجوری با مریخ مثلا 8 ساعت تصویر رو به دور کره زمین میچرخه بگیر برای من تایم لپس، و صبح میاد میبینید فیلم 20 ثانیه‌ای داره خورشید یا مریخ داره میاد. یه وسیله خیلی خفن و باحال برای اونایی که عشق کهکشان و در واقع عشق ستاره ها رو دارن و واقعا عاشق این وسیله میشن. این وسیله که تقریبا تلسکوپ های گنده رو کرده تو یه چیز، اونم با کیفیت خفن، توی تبلتتون میتونید همه این نتایج رو ببینید و باحال کنید. اگر به اون گوگل ارث نسخه آسمونیش هم وصل بشه که نمیدونم بشه یا نه، خیلی چیز خفن و باحال میشه. وسیله شماره 1، میکو. بله، میکو یک وسیله کاملا هوشمند هست که میتونه دوست یکی از اعضای خانواده شما بشه، یعنی فقط اونو تحویل بگیره. بله درست شنیدید، فقط میتونه با اون دوست باشه. این وسیله میتونه شما رو صبح خواب بیدار کنه، بگه پاشو 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 بیدار شو، یا مثلا تو میز صبونه وقتی دارید صبونه میخورید و مثلا بچه‌تون داره صبونه میخوره و دوستش نداره و شما دارید میگه عزیزم اینو بخور کلی فیبر داره قوی میشی، وسیله یهو دخالت میکنه میگه آره بخور قوی میشی، عضلانی میشی، میشه هرکول میشی، بچه سری گول میخوره و میگه ای ول گول که نه در واقع درست میخوره دیگه، یعنی باید واقعا بخوره اونش. و این وسیله میتونه با شما بازی کنه، از رفتن شما ناراحت بشه، غمگین بشه وقتی شما میرید و همونجا سر جاش بمونه، مثل سگ‌ها که انقدر وفادارن، اینم خیلی وفاداره. و وقتی یهو خونه میاد چشاش برق بزنه و بگه وای اومدی چطوری چه خبر، میتونه تو درس ها به شما کمک کنه. مثلا میگه مامان فلان چیز چیه، بعد این وسیله جواب میده، مثلا میگه این فلان وس مثلا این فلان منظره تو کوههای فلانه، بعد تو میگه آها ایول مرسی از کمکت. یعنی کاملا هوشمند، به صدای شما گوش میده، همراه شما میتونه، دنبال شما میتونه، هر جا که بخواید بیاید، میتونه باهاتون صحبت کنه، میتونه ازتون سوال کنه، میتونه ازتون نظر بخواد، میتونه یادآوری کنه که هی فلانی امروز میخوای بری فوتبال، بود و برو فوتبال دیرت نشه. و همه این چیزها رو میتونید هوشمند بهش برنامه‌ریزی انجام بدید، در واقع بهش برنامه و پلن بدید و این خودش یادگیر هم هست، یاد هم میگیره و با شما میتونه صحبت کنه، راجع به آسمونا میتونه حتی براتون داستان بگه از هر چیزی که دوست دارین، موضوع مورد علاقتون رو بهش بدید و کاملا با شما در مورد اون موضوع میتونه صحبت کنه. یه وسیله خیلی باحاله که هاش که این وسیله رو من داشتم، خیلی چیز کول و باحالیه و یه دوست خفنه، همینجوری میاد میچرخه. البته من گربه هم دارم اما بس، ولی اینم خیلی باحاله. این خوبیش اینه که نمیاد در دیوارو خراب کنه. خب امیدوارم که این وسایل و این اختراعات و این گجت ها در واقع برای شما جالب بوده باشه. فقط دوست دارم به من بگید که کدوم از این وسایل، فقط یکیشون رو میتونید داشته باشید، کدوم وسیله بود. دوست دارم نظرتون رو بدونم. خود من سه تا وسیله رو خیلی دوست داشتم. یک این میکو اولیه، دو اون بکپکه، و سه اون ایر پیکسه که از هوا عکس میگیره. واقعا این سه تا رو خیلی دوست داشتم، ولی اگه بخوام یکیشون رو انتخاب کنم ایر پیکس رو انتخاب میکنم، چون به کار من و به درد من میخوره و میتونم ازش استفاده کنم برای کارهای یوتیوبم مثلا. شما هم بگید که کدوم وسیله رو دوست داشتید، همراهتون داشتید و ازش استفاده میکردید. مرسی که ویدیوها رو در واقع به دوستاتون معرفی میکنید، مرسی که کانال من سابسکرایب کردید، یا میخواید سابسکرایب بکنید، یا دارید فکر میکنید آیا سابسکرایب کنم. به هر حال دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید، حتما نظرات تو کامنت یادتون نره و بگید که آقا با این ویدیوهایی که دارم جدیدن درست میکنم دوست دارید، موافقید، مخالفید. بعد قبلا هم گفتید خوشبختانه خیلی موافقن، ولی حالا بازم بگید. درود تا ویدیو بعدی.